عیسی تعلیماتش را به آخر رسانده به شاگردانش گفت: چنان که می دانید بعد از 2 روز عید نجات سر می شود. آن وقت پسر آدمی زاد به دست دشمنانش تسلیم کرده می شود و او را به صلیب میخکوب می کنند. در قصر سرکاهین که قیافه نام داشت، کاهنان کلان و پیران قوم جمع آمدند. آنها مصلحت کردند که عیسی را با حیله دستگیر کرده به قتل رسانند، اما قرار کردند که این کارشان را در روزهای عید نکنند، مبادا مردم به شور آیند. عیسی آن وقت در دهه بیت انیا در خانه شمعون نام مردی که پیشتر گرفتار بیماری پوست بود مهمان شد. هنگام طعام خوری به نزد او زنی آمد که در دست یک شیشه چراغن اطرافشان قیمت بها داشت. وای آن عطر را به سر عیسی ریخت. شاگردان از این کار زن به غضب آمده گفتند: این چی اسراف کاری است؟ آخر این روغن را به نرخ قیمت فروخته پولش را به کمبغلان تقسیم کردن ممکن بود. اما عیسی که از سخنان آنها با خبر بود گفت: چرا این زن را تنقید میکنید؟ او برایم کاری نیک کرد. کمبغلان همیشه با شما هستند، لیکن من همیشه با شما نیستم. این زن عطر را بتنم ریخته، مرا برای گورانیدن تیار کرد. براستی به شما میگویم که در تمام جهان هر جا که خوشخبر اعلان گردد، کار این زن نیز برای یادآوری وی گفته می شود. یکی از 12 شاگرد عیسی که یهودای اسقریوتی نام داشت، نزد کاهنان کلان رفته پرسید: اگر عیسی را به شما تسلیم کنم، به من چی می دهید؟ آنها به یهودا 30 تنگه نقره پیشنهاد کردند. از همان لحظه سر کرده، یهودا برای تسلیم کردن عیسی فرصتی مناسب می جست. روز اول عید فطر، شاگردان عیسی به نزدش آمده پرسیدند: در کجا می خواهی که برای دسترخوان عید نجات را تیار نماییم؟ او با آنها گفت که به شهر نزد فلان کس رفته گویند: استاد می گوید که وقت و ساعت او نزدیک آمده است و او با ما شاگردانش در خانه شما عید نجات را قید می کند. شاگردان همه گفته های عیسی را اجرا کرده خوراک عید نجات را تیار نمودند. بیگاهی عیسی با 12 شاگردش سر دسترخوان نشست و هنگام طعام خوری گفت: براستی به شما میگویم که یکی از شما به من خیانت میکند. شاگردانش خیلی غمگین شده پس همدیگر از او میپرسیدند: خواجه، آیا این شخص من هستم؟ او در جواب گفت: کسی که همراه من از یک طبق میخورد به من خیانت میکند. پسر آدمی زاد از روی آن چیزی که در نوشتجات در بارش نوشته شده است میمیرد. اما وای بر حال آن کسی که به پسر آدمی زاد خیانت میکند. بهتر میبود که هرگز به دنیا نمی آمد. یهودای خیانتکار به سخن در آمده گفت: استاد، آیا این شخص من هستم؟ عیسی در جواب گفت: خودت همین طور گفتی. هنگامی که آنها خوراک می‌خوردند، عیسی نان را گرفته به خدا شکر گفت. بعد آن را پاره کرده به شاگردانش تقسیم نمود و گفت: نان را بگیرید و بخورید که این بدن من است.
پس کاسه را گرفته شکرگزاری کرده آن را به شاگردانش داده گفت همه شما از کاسه بنوشید زیرا این خون من است و با آن خدا با خلقش عهد و پیمان می بندد خون من برای بخشیده شدن گناه های آدمان زیاد ریخته می شود به شما می گویم من باز همراه شما در پادشاهی پدرم شیره انگور نو خواهم نوشید لیکن تا آن روز هرگز نمی نوشم بعد آنها خدا را حمد و ثنا گفتند و به کوه زیتون روانه شدند.